سازمان ملل متحد از تحقیق درباره استفاده دولت سوریه از بمب‌های حاوی گاز کلور در منطقه تحت کنترل مخالفانش در شهر حلب خبر داده. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید اگر استفاده از گاز کلور توسط بشار اسد تایید شود، جنایت جنگی تلقی خواهد شد. در همین حال روسیه اعلام کرده که آماده است برای تسهیل در توزیع کمک‌های بین‌المللی در حلب 3 ساعت آتش‌بس روزانه فعلی در این شهر را طولانی‌تر کند. اشکان سلطانی گزارش می‌دهد. مسکو در واکنش به اظهارات مقام‌های سازمان ملل امروز گفت آماده است توقف روزانه جنگ در حلب را طولانی‌تر کند. این در حالی است که به گزارش رویترز محمد رشید سخنگوی یکی از گروه‌های مخالف رژیم سوریه گفته است روسیه آتش بس اعلام شده 3 ساعته خود را در روز پنجشنبه رعایت نکرده است. حلب دومین شهر بزرگ سوریه صحنه جنگ شدیدی بین دولت و مخالفان سوری در حدود 1 ماه گذشته بوده است. به گفته فعالان سوری حلب یکی از خطرناکترین مناطق برای زندگی شهروندان غیر نظامی در سوریه است. ساکنان حلب هدف حملات هوایی نیروهای هوادار رژیم سوریه بودند، اما ساکنانی که در مناطق تحت کنترل مخالفان به سر می‌برند، به غیر از حملات هوایی هدف حملات شیمیایی نیز قرار گرفتند. ما امروز گزارش 3 مورد از حمله با گاز کلور در 2 هفته گذشته در حلب را دریافت کردیم. پزشکی که با او صحبت کردیم به ما گفت 60 نفر اکثرا کودک در معرض گاز کلور قرار گرفتند و علائمی از تنگ نفس، خفگی و سرفه در آنها دیده شده است. دولت بشار اسد در استفاده از گازهای سمی علیه مخالفانش سابقه دارد. از این رو ادعای استفاده از گاز کلور در حلب جدی تلقی می شود. ما تشکیلات ویژه‌ای در سازمان ملل برای رسیدگی به این موضوع داریم. اگر از گاز کلور استفاده شده باشد جنایت جنگی است و در آن صورت لازم است همه تمامی طرف‌ها در گروه پشتیبانی سوریه سریعا در این باره تحقیق کنند. تلویزیون روسیه دیروز کاروانی را نشان داد که غذا در حومه حلب توزیع می کند و به سمت آن شهر در حرکت است. اما خبرنگاران می گویند کامیون های حامل غذا و دیگر کمک ها نتوانستند به علت شدت بمباران وارد شهر شوند. اشکان سلطانی، صدای آمریکا.